دانشگاه رنا نام آشنا در عرصه تحصیلات عالی کشور. دانشگاه رنا بیش از 10 سال است که در میدان علم و دانش کشور با تعهد خاص قلم و قدم میزند. هزاران تن از جوانان را وارد خدمت به جامعه ساخته و متحدتر از گذشته برای نسل جوان و تعالی و ترقی و جامعه ادامه میدهد. اینکه بزرگترین دستاوردهای دانشگاه رنا در سال 1398 چی بوده است؟ برنامه‌های جدید چیست؟ تفاوت‌های دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در چیست؟ و چرا باید دانشگاه رنا را انتخاب کرد؟ این برنامه را تا آخر بیننده باشید. خیلی ممنون آقای سید مصطفی سیدی معاون علمی تدریسی دانشگاه رنا که وقت دادین تا صحبت بکنین در مورد سال 1398 که گذشت. سال 1398 بر دانشگاه رنا از لحاظ دستاوردها چگونه یک سال بود؟ بسیار تشکر. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. یقینا که ما در ماه آخر و روزهای آخر سال 1398 هجری خورشیدی قرار داریم. برای دانشگاه رنا یکی از پردستاورترین سالها از لحاظ تخصصی، از لحاظ جذب کادرها، از لحاظ راه‌اندازی برنامه ها و مسائل پلانگذاری و تدوین پالیسی ها و مرحله سوم تضمین کیفیت یکی از پردستاورترین سال بوده و خوشبختانه ما این سال را با برنامه های متعدد و گوناگونی که هر کدام از او میتونه تاثیرگذار باشه، هر کدام از او میتونه دستاورد باشه، هر کدام از او میتونه برای مسیر آینده این کانون دانش و تخصص مهم پنداشته شوه، رو به ختم میریم یا به طرف ختم از این سال میریم. بنان باور ما به عنوان باعث معان علمی دانشگاه رنایی است که سال 1398 یکی از پردستاورترین سالها برای دانشگاه رنا بوده و در طول یک دهه عمر پربار این کانون دانش و تخصص این سال میتونه که از جمله سالهایی که میتوان سال 98 در تاریخ 10 ساله دانشگاه رنا به خط زرین نوشت این سال خواهد بود. تشکر جناب منصف. مطمئنن دانشگاه ها نهادهای اکادمیک به یک نحوه تاثیرگذاری خود روی جامعه میداشته باشه. دانشگاه رنا چقدر مصمم است به اینکه تا حداقل از طریق برنامه اندازی برنامه خود از طریق پلان ها و پالیسی های خود تأثیر گذاری خود داشته باشه روی جامعه و روی افراد جامعه و یک تغییر ایجاد کنند در جامعه؟ بله، سوال خوب را مطرح کردین. ما با شعار از اینکه تأثیر مستقیم با تولید دانش و تخصص و با تربیه کادرهای جوان و عرضه خدمات تحقیقی و تحصیلی و من حیث یک دانشگاه پژوهش محور تلاش میکنه و تیم متعهد و متخصصی که در این کانون در خدمت نسل جوان و در خدمت جامعه فرهنگی و دانشگاهی و اکادمیک این کشور هستند، یقینا که تاثیرگذاری این کانون در جامعه نمیتونیم اغماز بکنه و چشم پوشی بکنیم. ما در جریان سالهای گذشته و به ویژه در سال 1398 بیشترین و بهترین برنامه های را داشتیم که یک تعدادش را میخواهم نام ببرم. ما برای در حوزه محیط زیست مثلا کنفرانس داشتیم، برنامه عملی داشتیم و تحقیقات انجام شد. در حوزه دعوت از مسئولین بلندپایه دولت، سیاسیون و دانشمندای نه تنها افغانستان بلکه از منطقه و از جهان ما تانستیم که بیشترین و بهترین برنامه را داشته باشیم و شاخصترین چهره های علمی و متخصص را دعوت بکنیم و اونا تجربیات خود و اندوخته خود و دانش خود همراه نسل جوان ما شریک بسازند. وزرای متعدد کابینه را و سکتور تحصیلات و اقتصاد اینا را دعوت کردیم. ما دانشمند پرآوازه جهان دکتر تام جی پالمر را دعوت کردیم و برنامه داشتیم. ما در حوزه یا در عرصه صلح و نقش جوانان در اعمار صلح و تقویت صلح کنفرانس هایی داشتیم. ما در حوزه SDG یا اهداف انکشافی پایدار که 15 هدف داره متعهد به این شدیم که هدف پنجمش که تساوی جنسیتی است ما مسئولیت داشته باشیم و همگام با وزارت محترم اقتصاد کار کردیم. ما تانستیم با
راه‌اندازی برنامه‌های فرهنگی متعدد و بزرگداشت از شخصیت‌های شاخص کشور ما، رونمایی آثار علمی و فرهنگی و ادبی نسل جوان و راه‌اندازی ده‌ها برنامه متنوع دیگه و همچنان اهدای خون، کمپاین‌های جمع‌آوری لباس برای وطنان بی‌بضاعت و نیازمند ما و همچنان راه‌اندازی نمایشگاه کتاب، اینا برنامه‌ای بوده که مستقیم و غیر مستقیم در کوتاه مدت و دراز مدت تأثیر از او را میتانیم در جامعه ببینیم و ما من حیث یک نهاد مسئول و نهادی که برای امروز و آینده و فردای نسل جوان خود و توسعه جامعه خود فکر میکنیم و باور ما این است که دانشگاه ها میتانند با تولید دانش و تخصص، با راه‌اندازی پژوهش های پایه‌ای و با راه‌اندازی و با تقویت شبکه سازی میان جوانان یکی از تاثیرگذارترین نهادها برای توسعه کشور باشند و ما توسعه کشور در واقع عملی شده نمی‌بینیم الا اینکه دانشگاه نقش اساسی داشته باشند و نسل جوان ما در او دخیل باشند و ما تانستیم الحمدلله که با مواردی که من پیشتر یاد کردم زیادترین نقش و تاثیر در توسعه کشور و برای نسل جوان ما بر جامعه ما داشته باشیم. دوستان یک چیز هم باید یادآوری بکنم که تیم رهبری و علمی دانشگاه رنا از اتحاد خاص برخوردان است. برنامه هایی که جناب سیدی صاحب گفتن یعنی بزرگترین برنامه ها بود و بزرگترین سطح که برای گزارشان خیلی کار سخت است و کار آسان هم نیست که دانشگاه رنا تعهد داره تا این برنامه را به خاطر که حداقل تغییر ایجاد کرده باشه در جامعه برگزار میکنه. از تغییرات که در دانشکده قرار است در سال 1399 داشته باشیم که ایجاد شده میشه بگوین آقای سیدی در نصاب که تغییرات اومده؟ در سال 1398 چند کار بزرگ دیگه هم شد که از اون جمله یکی دومین پلان راهبردی یا پلان استراتژیک پانتون رنا با شیوه از پایین به بالا با سهمگیری دیپارتمنت ها و بخش های مختلف تدوین شد، تیمرایل شد و طبق فرمتی که وزارت محترم تحصیلات عالی ریاست پلان پلیسی و تقنین در اختیار ما گذاشته بودن او را نهایی کردیم و خوشبختانه رسما از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی تایید شد و برای ما دسترس ما قرار گرفت که در روشنایی این پلان استراتژیک 5 سال دوم ما برنامه انکشافی و توسعه افقی و عمودی زیاد را داریم. بس تعدیل نصاب تحصیلی هر 4 دانشکده در سال 98 تا یک پروسه کاملا معیاری که در او پرسشنامه برای فارغای ما، برای کارفرمایان، برای ادارات زیربط سکتوری و برای معسلین برای تغییر ایجاد و حذف بعض مزامین که لازم دیده می شد تا از این پروسه تایمرایل شد و نصاب ما کاملا یک نصاب که بس نیازمندی مارکت و بازار کار در هر 4 رشته و 8 دیپارتمنتی که داریم در نظر گرفته شد و تعدیل شد و فعلا ما صاحب یک نصاب کاملا معیاری، بروز و مطابق نیازمندی جامعه و بازار کار هستیم و تطبیق میشه. به می گونه بس دسترسی یا تضمین کیفیت یا در واقع همو اعتبار دهی را که ما در مرحله سیام قرار داریم در جریان سال 1398 به صورت بسیار جدی و طبق چکلست ها و معیارهای 11گانه تضمین کیفیت و معیارهای 49گانه که حالا یک معیار دیگه هم اضافه شد 50 معیار فرعی تضمین کیفیت بود دقیقا به شکل تیمور کار کردیم. کمیته ها در سطح دانشکده ها و در سطح پانتون ایجاد شد، شورای علمی و کمیته ها کارهای خود کردن و ما آماده مرحله سوم تضمین کیفیت هستیم و بعد از اینکه بخیر ما اعتبار دهی شو پانتون که کارمون نهایی است از نظر افقی و عمودی در سال 1399 ما آماده ایجاد دیپارتمنت ها و برنامه های بالاتر از لسانس هستیم انشالله. انشالله. هدف بزرگ دانشگاه رنا چیست؟ میخوای با کجا برسید جناب سیدی؟ ما در پی تولید دانش، تحقیقات پایه‌ای یا پژوهش های پایه‌ای، سهمگیری در توسعه جامعه، ارتقای ظرفیت نسل جوان،
و سهمگیری در تولید دانش و کارکرد فرهنگی و معیاری سازی دانش و تخصص در اوزای چهارگانه که ما دانشکده چهارگانه داریم در پای ازی هستیم. و رنا میخواه که در سطح منطقه و در سطح جهان یکی از دانشگاه‌های معیاریه که تولید دانش و تخصص و پژوهش ملاک تمام فعالیت ها باشه به او دست پیدا بکنه و با تیم متعهد و متخصصی که ما داریم و با امکاناتی که داریم و با حمایتی که از طریق رهبری این کانون همواره بوده و حمایت هایی بوده انشالله ما به این هدف خود میرسیم. یک چیز معمول شما در جامعه میبینید زمانی که یک جوان مکتب تمام میکنه آخرین سعی و تلاشش میباشه تا برنامه های متعدد آمادگی کانکور رو بگیره و هم موارد دیگه تا آماده شد بر امتحان کانکور تا به یک از دانشگاه دولتی را بیابه، ولی اگر نتیجه برعکس میشه و را پیدا نمیکنه میبینین جوان ها خیلی مایوس میشن، خیلی شکسته میشن و به یک نوع فکر میکنن که دیگه شکست خوردن و دقل رای پیشرفت دیگه نیست. این مشکل در جامعه موجود است. جناب سیدی یک صحبت هایم در این مورد داشته باشین که واقعا فرق داره دانشگاه خصوصی دولتی خصوصا در این زمان؟ باور ما این است چون من دانش آموخته دانشگاه دولتی کابل هستم، دوره لسانس و ماستری را به اونجا خواندم و در نهادهای متعدد خصوصی هم در 10 سال گذشته تدریس کردیم و الحمدلله فعلا از مدت 3 سال به این طرف مسئولیت های مدیریتی و تدریس تحقیق در دانشگاه معتبر رنا داشتیم. از نگاه در واقع اعتبار و اعتبار اسناد اتفاوت نیست، اما از نظر دستاوردها و توانایی ها و در واقع دینامیک بودن سیستم و پیروی از سیستم های نوین باور من این است که تفاوت زیاد را ما در تفاوت های زیاد مثبت را در نهادهای خصوصی میبینیم. البته این گپ ما عام نیست، تمام نهادهای خصوصی را هم نمیتونیم که ما به او کتگوری قرار بدهیم، اما تعداد انگوش شمار محدود از دانشگاه خصوصی است که میتونن زود معیارهای پذیرفته شده جهانی را تطبیق بکنن، بسیار زود بتانن برنامه متعدد را داشته باشند و از نظر امکانات تکنیکی در واقع سرامت باشند. یک کمیته یا یک بحث یا در حوزه تحصیلات عالی بحث ای لرنینگ یا آموزش الکترونیک است. ما الحمدلله دست بالا در این حوزه داریم. صنفای ما در واقع تمام تجهیزات الکترونیک LCD و اینا هست، سیستم پورتال محصلین ما، سیستم آزریک آنلاین شده، کتابخانه دیجیتالی و اکسس معتبرترین دانشگاه کتابخانه‌اش در کتابخانه ما، اینا موارد آموزش الکترونیک است که شاید در تعداد زیاد از دانشگاه دولتی تا هنوز نبوده باشه. بس شیوه نوین تدریس و شیوه تحقیق یک در واقع همو تفاوت مثبت دیگه است که دانشگاه خصوصی اقتدادش داره که ما الحمدلله را داریم. مثلا شیوه نوین تدریس ها ما تانستیم که کارگاه برای استادای خود داشته باشیم، از طریق وبینارها ما تانستیم که خوبترین و مطرحترین پروفسورهای دانشگاه معتبر دنیا را از طریق وبینار بر استادای ما وصل بکنیم و شیوه نوین تدریس و شیوه نوین تحقیق برشان آموزش بدن. از نظر تحقیق آن گونه تحقیقات پایه‌ای که در یک تعداد از نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و دانشگاه خصوصی از جمله رنا که در تحقیق سرآمد است و خیلی معیاری تحقیق میکنه صورت میگیره، شاید در دانشگاه دولتی یا هیچ نشده یا کمتر پرداخته شده. بنان باور من است که صحبت خود خلاصه بسازم که از نظر اعتبار هیچ مشکل نیست، سند یا دیپلم دانشگاه دولتی را هم سند است و از دانشگاه خصوصی هم است، به امضای رئیس دانشکده امضا میشه و اینجا به امضای رئیس دانشگاه امضا میشه و ثبتش هم همون شکل به وزارت تحصیلات عالی است و از دولتی هم رقم است. اما از نظر تجهیزات، آموزش های از روی دور الکترونیک، راه اندازی کارگاه ها، سهمگیری در توسعه جامعه ما دست بالا داریم و تفاوت مثبت هم میبینیم. تشکر جناب سید سیم.
با در نظر داشت وضع حاکم اقتصادی در کشور و بعضی وضعیت های دیگه، زمان که اگر یک فرد از مکتب فارغ میشه، صنف 12 سوم میشه، پیشنهاد شما چرا مثلا برشون دانشگاه ایران باشه؟ بله، عوامل متعدده است، دلایل متعدده است، که یکی که رنا فعلا در سکوی یا بلندترین مرتبت از حوزه تحصیلات عالی قرار داره. خوشبختانه ما از چند لحاظ میتونیم در خدمت نسل جوان خود باشیم. نصاب تحصیلی معیاری و کاملا بروز، کادر علمی متخصص و متعهد، امکانات وسیع کارای عملی، و ما زیاد نبریم که نصاب ما در حوزه کارای عملی هم دست بالا داره، به خاطر که ما کاملا تیوریک پیش نرفتیم. یک دانش آموخته رنا در بخش اقتصاد اگر است یا در بخش کمپیوتر ساینس اگر است، اگر در ژورنالیسم و ارتباطات عامه علوم سیاسی است، پیش از فراغتش در جای معتبر کار میکنه. فارغای ما یا علمونای ما نمونه خوبی هستند که در جای متعدد و با در واقع پستای بسیار تصمیم گیری کلان در حکومت، در نهادهای ملی و بین المللی مصروف کار هستند. امکانات آموزشی بعد از لیسانس چه در داخل چه در خارج برای دانش آموختهای ما که در محصلین برتر میان با حمایت مالی پانتون رنا، طبق تفاهم‌نامه و تمامیتایی که از یاد نبریم که سال 98 یکی از سالهایی بود که گسترش روابط ما به سطح منطقه و دنیا خیلی جدی پیش رفت، با امکانات مالی یا حمایت های مالی دانشگاه رنا میتونن که برنامه مستری خود ادامه پیدا بدن و فرا بگیرن. بحث دیگه که تعداد زیاد از برنامه های علمی فرهنگی رنا و فراتر از او امو رفتار سازمانی یا فرهنگی که حاکم در این دانشگاه است، احترام متقابل برای نسل جوان و دستگیریشان برای از اینکه اینا افراد بسیار کلیدی و تاثیرگذار امروز و آینده هستند. با این دید من فکر میکنم ما توانستیم در رقابت که در بازار و مارکت وجود داشته خوب بدرخشیم و در آینده هم میزبان نسل جوان خود باشیم و اونا را به زیور دانش و تخصص آراسته بسازیم. قیصدی، سوال اگر من نکرده باشم و شما خیلی صحبت های دمارو داشته باشین که ما در خدمتتون است و پیامتون خیلی کجا. ممنون از شما، صحبت ها را گفتیم. باور مایی است که با دستگیری نسل جوان و با عرضه دانش و تخصص بر از اینا و انتقال دانش و تجربه نسل گذشته از طریق همین دانشگاه به نسل جوان ما میتونیم کارهای بزرگتر را انجام بدیم. هیچ تفاوت بین یک جوان افغانستانی و یک جوان کشورهای دیگه وجود نداره. با این امکانات کم و با فضایی که متاسفانه 40 سال ناامنی و جنگ در اینجا بوده، جوان ما مثلا در 15-16 سال گذشته به این موقعیت رسیدن، اینا میتونن که با تعهد، تلاش و همدیگر پذیری و با پشتکار بیشتر قله های موفقیت بیشتر بپیمایند و ما از آدرس یا نشانی این کانون دانش تخصص در خدمتشان هستیم. و پیام ما این است که تنها میتونن که دانش و تخصص برای بهبود وضعیت فردای ما کارساز باشه. خوشبختانه پوینت خوب یا مثبت را که من میبینم، نسل جوان ما بدون در نظر داشت مسئله قوم و زبان و تبعیض‌های منفی که متاسفانه وجود داشت، در کنار هم و با تعهدی که دارن طرف دانش و تخصص میرن و این ما تا اندازه توان خود تقویت میبخشیم و در خدمتشان هستیم. تشکر. دوست عزیز، ممنون که ما را در صفحات اجتماعی دنبال میکنیم. برنامه مکمل میتونید در یوتیوب چینل دانشگاه رنا و دانشکده ژورنالیسم بیننده باشید. وقتتان بخیر. رنا، شکوفایی استعدادها.